مسعود رجوی 15 مهر 1402. باید سر مار ولایت و فاشیسم دینی در تهران را هدف قرار داد. پیوسته گفته ایم و تکرار می کنیم هر کس که در خاورمیانه صلح می خواهد باید سر مار را که همانا فاشیسم دینی حاکم در تهران است هدف قرار دهد و در موضوع فلسطین نیز از رئیس محمود عباس، ریاست دولت فلسطین و سازمان الفتح و خواستهای برحق آنها در مورد مردم فلسطین حمایت کامل و جامع به عمل بیاورد. چه کسی نمی داند که خط خمینی و خامنه ای از آغاز با دجالیت روز قدس و قدس از طریق کربلا خنجر و خیانت به آرمان فلسطین بوده است. خامنه ای 4 روز پیش در 11 مهر به کشورهای عربی هشدار داد که نظر قطعی رژیم ولایت فقیه این است که دولتهایی که قمار عادی سازی با اسرائیل انجام می دهند ضرر خواهند کرد و افزود که باخت منتظر این هاست. از این پیشتر در اول خرداد 1400 هم خامنه ای در آستانه انتخابات رژیمش و روی کار آوردن رئیسی جلاد قتل عام به عنوان رئیس جمهور نظام پرده ها را کنار زد و در سایت خود او فاش شد که بعد از قاسم سلیمانی اسماعیل قاآنی سرکرده نیروی تروریستی قدس را به مأموریت لحظه به لحظه در جنگ افروزی گماشته است. یادآوری می کنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپاخواسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند. اما آتش قیام با ارتش گرسنگان از زیر خاکسترهای کرونا شعله خواهد کشید. انقلاب دموکراتیک و سرنگونی فاشیسم دینی در ایران لازمه صلح در این منطقه از جهان است. آزادی خجسته آزاد گفتم آزادی یعنی روح جوهر و ماهیت اون چیزی که شهدا به خاطرش جان باختند و ترا به زندان افتادند تبعیدیان مهاجرت کردند و حلق قهرمان قیام کرد. آزادی بدرود به تمام شهدای ولایت فقیه پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران.